مجددا عرض سلام و ادب و احترام و خوش آمدگویی دارم خدمت تمامی حضار گرانقدر خواهران و برادران عزیزی که لطف کردن دعوت ما رو لبیک گفتن در این مراسم بسیار بسیار مهم، مراسمی که از جنس دانشجویی حضور به هم رساندن. من تا این کلیپ مورد نظر جناب پروفسور آماده بشن یک سیر کوتاه چند دقیقه‌ای درباره سیر فعالیت‌های ایشان چه در داخل چه در خارج گزارشی که ارائه دادن آماده میشن دعوت میکنم. از هم سلام عرض میکنم هم خوش آمدگویی خدمت هموطن عزیزمان. خیلی به ایران خوش آمدید آقای دکتر، در اختیار شما هستم. خیلی ممنون از دعوتتون. من جامعه شما رو 25 سال که دارم مطالعه میکنم، ولی به خاطر مشکلات فرهنگی کاری که ما توی مملکت داریم همیشه من از پشت صحنه به شما کمک میکنم از راه دور، ولی الان مسائل بسیار حساس هست که دیگه نمیشه از پشت پرده کمک کرد و باید علنا تو صحنه اومد و دیگه کتاب رو به عنوان امضای محفوظ چاپ نکرد، ولی که شرایط استثنایی الان بسیار استثنائیه. قبل از این شروع کنم ببخشید من فارسی خوب نیستش و من 32 سال آمریکا زندگی میکنم. پارسال برای اولین بار اومدم ایران. اگه این وقت از واژه انگلیسی استفاده کردم اینو به عنوان غرب زدگی حساب نکنید. من 4 تا زبان دیگه که بعدم صحبت کنم به قصد فارسی خیلی روانتره، ولی خب اگه غرب بشه مثلا به انگلیسی، آلمانی یا فرانسه صحبت کنید بعد نصف زمان میره. در حالی که اگه من سعی کنم به فارسی صحبت کنم دیگه احتیاج مترجم نیست، راحت تره. در صورت ازتون پیشاپیش عذرخواهی میکنم. این خیلی کوتاه مقدمه از کاری که من میکنم. من استاد دانشگاه هستم تو ایالت کالیفرنیا جنوبی، یعنی قسمت جنوب کالیفرنیا، کالیفرنیا جنوبی از ایالت نشده. تخصصم تو مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی بین المللی هستش. اساتید جوان دیگه فقط الان کارشون فقط تدریس نیست، ما کارهای دیگه هم انجام میدیم. برای مثال من سردبیر ارشد تارنمای middleeastrising.com هستم که یک تارنمای بسیار ضد صهیونیستی و توجه میکنیم به حق و حقوق فلسطینیا. به اضافه اون من عرض به حضورتون که تحلیلگر ارشد تو شبکه پرستیوی هستم. چند نفر تو پرستیوی گوش میدین؟ برای زبانم تو خیلی خوبه. زبانتون رو قوی کنید، نه فقط انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیش و چینی و روسی. به غیر از پرستیوی من تحلیلگر ارشد توی تلویزیون تسترگراد تیوی هستم و روسیه و تو اندیشکده کتیخون تو روسیه که به اصطلاح مسئولینشون مشاورین ارشد پرزیدنت پوتین هستن تو روسیه، اونجا مقاله من چاپ میشه و همچنین تحلیلگر ارشد برای رادیو سپوتنیک تو روسیه هستم. و از حضورتون که کارهای رسانه‌ای الان بیشتر تمرکزم تو کارهای رسانه‌ای هستش، برای اینکه نسل شما نسل آنلاین به قول خودتون دهه 70 بیشتر علاقه دارین که مستند تماشا کنین تا اینکه بشینین کتاب بخونین، که اونم جای زیبایی خودشو داره، ولی چون که خیلی باهوش هستین و ذهنتون خیلی سریع مثلا پروسه میکنه دوست دارین که بیشتر تو در صورت رسانه بیشتر علاقه دارین تا بشینین مثلا حرفای قدیمی کتابای قدیمی رو تکرار کنین. در صورت این مقدمه کوتاهی از من.